بامداد چهارشنبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران خبر داد. خبری که خیلی زود به صدر خروجی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی رفت. در بیانیه شماره 1 سپاه پاسداران اومده رئیس دفتر سیاسی حماس که در اقامتگاه ویژه جانبازان در شمال تهران ساکن بود مورد اصابت پرتابه ای از هوا قرار گرفته و در پی این حادثه هنیه و یک نفر از محافظانش کشته شدند. سپاه در بیانیه بعدی اسرائیل رو به پاسخ سخت و انتقام دردناک تهدید کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خونخواهی او را وظیفه دونست و تهدید به انتقامی سخت کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش نوشت جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و عزت و اعتبار خودش کوتاهی نخواهد کرد و او خواهان انتقام از اسرائیل شد. دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه ضمن محکوم کردن اسرائیل آمریکا رو هم مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران دونست. دادستانی کل کشور هم در بیانیه مبهم به فعالان مجازی و رسانه‌ای هشدار داده به موضوع کشته شدن هنیه نپردازند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی که حاشیه‌هایی به همراه داشت با انتشار تصویر ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان در کنار هنیه و قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس نوشت همه شهدای این قاب پرچمداران جبهه مقاومت هستند، اقدامی که برای بسیاری این تصور رو به وجود آورده که وزیر ارشاد به کشته شدن عمدی رئیسی و امیر عبداللهیان اشاره کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان و برخی دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی در بیانیه‌های مشابه ضمن تقدیر از اسماعیل هنیه اسرائیل رو محکوم کردند و عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم خواهان تاوان سخت اسرائیل شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در حساب اکس خودش نوشت آمریکا و اتحادیه اروپا باید تاکنون متوجه شده باشند که بقای نتانیاهو در گروه کشتار، تخریب و هرج و مرج و جهان نباید اجازه بده که اهداف ویرانگر نتانیاهو محقق بشه. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه در دانشگاه تهران بر جسد اسماعیل هنیه نماز خواهد خوند و سپس برای دفن هنیه رو به قطر منتقل خواهند کرد. ممنونم همکارم آرگان ریسپاف از اتاق خبر صدای آمریکا.